درود امپراتور فارسی بر شما باد. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد کتاب نبرد من که به استثنای کتاب انجیل یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آلمان بوده و جزوی از برنامه درسی دانش آموزان در آلمان بوده. این کتاب نزدیک 500-600 صفحه داره و میخوام خلاصه ای از این کتابو که در یک دفتری من نوشتم برای شما بگم، چون اگه بخوام تمام این کتاب رو تو 500-600 صفحه بخوام برای شما دوستان توضیح بدم، این کتاب نزدیک 3-4 ساعت شاید ویدیو طول بکشه. ولی کتاب هیتلر این قبل از به قدرت رسیدن خودشه و میخوام خلاصه ای رو بگم. پس اگه دوست دارید در مورد این کتاب خلاصه‌شو بدونید، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. در ابتدا دو کلمه مارکسیسم و یهود بیشترین استفاده رو در این کتاب داشته و هیتلر از این دو کلمه به بدی یاد میکنه و نوشته شده که هیتلر میگه به قول ناپلئون، اگر من نان رو از روسیه و آب رو از انگلیس میگرفتم میتوانستم صاحب دنیا بشم، و اگر ناپلئون نتوانسته پس باید ملت آلمان درس عبرت بگیره از این داستان. در مورد حزب کارگر ناسیونال سوسیالیست خیلی در موردش هیتلر توضیح داده و در مورد وجود تمدن انسانی در این قاره عظیم که وجود آریاس که تمدن انسانی رو پایه‌گذاری کرده، و در مورد آریا خیلی هیتلر صحبت کرده و گفته که نژاد برتره و در واقع تمدن انسانی رو آریا تشکیل داده و کلمه آریا به شدت در این کتاب استفاده شده، مانند ابتدای ویدیو که گفتم کلمه مارکسیسم و کلمه یهود. هیتلر میگه زمامداران کشور روسیه یه مش جنایتکار و پس و سر تا پاشون رو آلوده به خونه و کشور روسیه دولت شرافتمندی نیست و قابل دوستی هم نیست. وقتی این جمله رو من خوندم در این کتاب، میگم خب هیتلر خودش چیکار کرد وقتی میگه روسیه جنایتکاره، وقتی میگه شاید هم واقعا اینجوری باشه که هیتلر نوشته و سر تا پاشون و زمامداران روسیه آلوده به خون و پست هستن، خود هیتلر چیکار کرد و کار شرافتمندانه ای خودش در زمانی که خودش به قدرت رسید انجام داد؟ و حتما دیدید که در آلمان یه جاهایی هست که یهودیان رو چطوری کشتن و چجوری عذاب دادن. خود هیتلر هم جزی از مردمان خوب بوده به نظر شما؟ نه، حتما که نه. وقتی یک انسان رو اینجوری میکشن و آثار تاریخیش هنوز در شرق آلمان هست، میتونید برید اونجا مشاهده کنید، پس خود هیتلر هم سر تا پاش آلوده به خونه. وقتی خودش میاد یک کشور دیگر رو مسخره میکنه، خودش هم زمانی که به قدرت رسید کار بسیار جالبی نکرد. پس این جمله رو من خیلی خندم گرفت که میاد یکی رو مسخره میکنه در حالی که خودش هم به قدرت رسید کار بسیار با شرافتی انجام نداد و میلیون ها انسان در اثر جنگ کشته شدن. هیتلر نوشته که مارکسیسم چون با تمام فلسفه های روی زمین مخالفه، یک حزب واحد و نیرومنده. هیتلر نوشته است بعضیا تصور میکنن که با یاد دادن زبان آلمانی به یک شخص سیاه پوست و یا یک چینی میتوان او را آلمانی ساخت. در واقع دلش خوش باشه که آلمانی صحبت میکنه و یا بین آلمانی ها زندگی میکنه، ولی به هر حال او هیچ وقت احساس یک آلمانی رو نخواهد داشت. این جمله رو من خیلی در موردش فکر کردم، صدق میکنه در مورد خود من و خیلی ها. با یاد دادن زبان آلمانی به من، به شخص خود من، هیچ وقت من احساس یک آلمانی رو نخواهم داشت. هر چقدر توی این آلمان من زندگی بکنم، بین آلمانیا باشم، زبانم هم خوب باشه، به هر حال هیچ وقت احساس آلمانی نخواهم داشت و احساس من احساس یک ایرانیه و تا ابد احساس ایرانی باقی خواهد موند. و این گفته یه که هیتلر میگه از قول دولت مردا که فکر میکنن با یاد دادن زبان فکر میکنن اون شخص میتونه احساس آلمانی داشته باشه، که میگه یک اشتباه بسیار بزرگیه که دولت مردا میکنن. هیتلر نوشته است همین زبان به تنهایی نمیتوانست تمام ملت اتریش رو به یک کشور و یا ملت آلمانی در بیاره. هیتلر در این کتاب نوشته است که
آمریکایی‌های نادان اشتباه بزرگی انجام دادن. اونا فکر میکردن وقتی یهودیان کثیف و آلمانی زبان وارد اون کشور میشن با آمریکایی‌ها دوست میشن، ولی باید میدانستن کسانی که از مشرق میان هیچ وقت نمیتونن با ملل غرب اتحاد و یگانگی داشته باشن. گفته شده است با تغییر زبان نمیشود یک نژادی رو به یک نژاد دیگر تبدیل کرد. دوباره در مورد تغییر زبان و نژاد هیتلر صحبت میکنه و کلمه نژاد رو و یا نژاد برتر که هیتلر خیلی استفاده کرده در این کتاب دوباره گفته شده، همونجور که در قبل اشاره کردم، با تغییر زبان هیچ فردی، هیچ ملیتی، هیچ نژادی نمیتونه تغییر کنه. هر کسی میتونه مثل من آلمانی یا زبان انگلیسی یا زبانهای دیگه رو بتونه یاد بگیره و صحبت بکنه، ولی هیچ وقت نژاد اون فرد تغییر پیدا نخواهد کرد. هیتلر نوشته است که آلمانی ها هم نژاد پاک و سالمی نیستن و دستخوش تغییراتی شدن. هیتلر در مورد مدرسه هم توضیح داده و گفته که به جای اینکه یک کودک خردسال این همه دروس علمی و انباشتن این همه اطلاعاتی که برای او لازم نیست اصلا به درد او نمیخوره، لازم است که در هفته 2 ساعت ورزش بکنه و ورزش‌های بدنی که بتونه قوای جسمی خودش رو بالا ببره. به نظر منم این حرفی که هیتلر زده کاملا درسته. به جای این همه اطلاعاتی که یک کودک بخوایم ما بهش اختصاص بدیم و بهش تحمیل کنیم، بهش باید یاد بدیم که واقعا در هفته یه چند ساعتی رو به خودش و به ورزش اختصاص بده که از نظر جسمی و قوای جسمی بالاتر بره و در زندگی این چیزا مهمتر از بعضی از اطلاعاتیه که هیچ وقت در زندگی ما استفاده نخواهیم کرد، فقط در ذهن ما چند وقتی میمانه و بعد چند وقت از یاد خواهد رفت. هیتلر گفته است ورزش نه فقط برای اینکه مردانی با شهامت، جسور و یا زورمند بسازه، بلکه باید روح قوی در بدترین حوادث زندگی که با آن مقابله کنه بسازه. در واقع همونجور که هیتلر گفته، ورزش خیلی مهمه و میتوان زنها و مردها رو جسور و قدرتمند بکنه و نه فقط از نظر بدنی، بلکه از نظر روحی و نظر منتالیتی و از نظر ذهنی بتونه در بدترین شرایط زندگی براش اتفاق میفته بتونه بجنگه و مقاومت کنه. گفته است که مغز یک جوان نباید از دانش و اطلاعاتی انباشته بشه که 80% اون غیر ضروریه و بس از سالیان سال به کلی از ذهن اون جوان فراموش خواهد شد. در مورد این چیز که اطلاعاتی که در مدرسه ما یاد میگیریم 80%ش واقعا غیر ضروریه و پس از سالیان سال اگر مثال سوال تاریخی یا جغرافی از ما بپرسن، ممکنه ما نتونیم اون رو جواب بدیم و یا به درستی پاسخ بدیم و گفته هیتلر واقعا درسته اگر در موردش بخوایم تفکر کنیم. و گفته شده در مورد دروس غیر ضروری که اصلا نمیشه حتی در موردش فکر کرد. در مثلا گفته شده که نمیشه با این دروس غیر ضروری حتی پول در آورد. هیتلر گفته است برای چه یک جوان در دوران تحصیلات خود باید 1 یا 2 زبان بیگانه رو یاد بگیره؟ واقعا چرا؟ دلیلش رو شما بگید توی کامنت ها واسه هم بنویسید. واقعا یک جوان چرا در دوران تحصیلات باید 1 یا 2 زبان بیگانه رو یاد بگیره و محکومه که یاد بگیره؟ من زبانی که خودم اینجا مدرسه میرفتم به من گفتن که زبان فرانسوی هم باید یاد بگیری، لاتین هم باید یاد بگیری، انگلیسی هم بود، آلمانی هم بود. حالا هیتلر تو کتابش میگه 1-2 زبان، برای من شده 4 زبان. یعنی آلمانی که میگم کلن اینجا باید یاد گرفته باشی، انگلیسی هم که دروس، فرانسوی هم باید حرف بزنی و لاتین هم باید حرف بزنی. این هم از مدرسه‌ای که ما رفتیم در آلمان. واقعا در کامنت ها چرا ما باید جوانای ما محکومن 2 زبان یاد بگیرن، در حالی که این همه مثال جوانای ما خویا خود من زمانی که ایران بودم زبان انگلیسی بلد بودیم و یاد میگرفتیم، ولی اگه بخوایم یه مکالمه با یک شخص انگلیسی بکنیم فکر نکنم بتونیم بیشتر از 10-15 دقیقه فقط نسبت به اون چیزایی که در مدرسه یاد گرفتیم بتونیم باهاش صحبت بکنیم. هیتلر نوشته است اما بیشتر این افراد این زبان‌ها رو
از یاد خواهند برد، چون بین 100 هزار نفر که دارن زبان فرانسه یاد میگیرن، شاید بین اونها 2000 نفر از این زبان به طور جدی استفاده کنن. هیتلر نوشته است بنابراین هزاران ساعت از وقت جوانان برای یاد گرفتن چیزی شده است که برای اونها بیفایده بوده. در مورد درس تاریخ گفته که در درس تاریخ علت حوادث تاریخی و نتایج یک جنگ مهمه. بعضی از جوانان اطلاعات بیفایده درس تاریخ، برای مثال تاریخ تولد یک سردار و یا تاریخ تولد یک پادشاه رو یاد میگیرن که این اطلاعات برای اون بیفایده است. هیتلر نوشته است که خواندن تاریخ برای این نیست که بدانیم چه واقع شده، بلکه باید شخص بدونه که برای منافع کشورش از اون چه که واقع شده درس عبرت بگیره. هیتلر خیلی اشاره کرده که جوانان آلمانی اصلاً وطن پرست نیستن. در مورد آریا و در مورد نژاد برتر در این کتاب خیلی صحبت کرده و در موردشون نوشته. هیتلر گفته از نظر مردم آلمان یک فرد سیاه پوست که خودش نیمه میمون به حساب میاد، با استعداداش میخوان اون فرد رو بالا ببرن، ولی نمیدانن که خیلی از نژادهای متمدن در اسارت یهود هستن. هیتلر گفته اگر به نژاد جرمن میدان بدهن و گرز و سرکوبی بالا سرش نباشه، خیلی سریعتر از دیگران میتونه راه پیروزی رو پیدا خواهد کرد. نظر شما دوستان چیه در مورد گفته قبل من که هیتلر در این کتاب میگه نژاد جرمن اگه بهش میدان بدن و گرز و سرکوبی بالا سرش نباشه میتونه راه پیروزی رو سریعتر از دیگران طی بکنه؟ نظر شما واسه من خیلی اهمیت داره که بدونم واقعا اینطوریه، واقعا نژاد جرمن نژاد برتریه در این دنیا و سریعتر از کسای دیگه میتونه راه پیروزی رو بگیره و به دست بیاره. در کامنت ها برام بنویسید، خیلی خوشحال میشم نظر شما رو بدونم و با هم یک مشورتی هم داشته باشیم. به نظر من که لباس مشخصه دیگه، نژاد ایرانی که نژاد آریا هم هست، نژاد متمدن و برتری هم میشه گفت از نظر تاریخی هست. اگر اینجوری باشه نژاد ایرانی هم سریعتر از دیگران میتونه راه پیروزی رو طی کنه. نظر شما چیه؟ سر نوشته که وقتی مردم یک جامعه سرگرم باشن کمتر در مورد سیاست دولت و اقتصاد صحبت میکنن. یکی از دندانسازها به هیتلر پیشنهاد داد که یک صلیب شکسته و در شاخه افتاده یک دایره سفید در متون قرمز باشه. در واقع میشه گفت لوگو، فکر کنم یه لوگو و نماد حزب نازی. هیتلر وارد حزب کارگر میشه و سعی میکنه فکر و نظر خودشو در مغز دیگران نفوذ بده، که به قول خودش در این کتاب میگه کار بسیار سختیه که بتونی فکر و نظر خودتو به دیگران انتقال بدی و اونها هم با فکر و نظرتو موافق باشن. هیتلر در مورد تبلیغات خیلی گفته و گفته شده که بحث تبلیغات خیلی مهمه که بتونی حزب خودت رو به دیگران نشان بدهی، و در واقع تبلیغات یه رکنیه که بتونی خودت رو به دیگران نشان بدهی و اونا بفهمن تو کی هستی. میگه وظیفه دستگاه تبلیغات اینه که افکار مردم رو به هم بزنه و اونها رو برای فلسفه جدید آماده کنه. هیتلر در مورد انقلاب یک جامعه هم توضیح میده، میگه که انقلاب در یک جامعه زمانی رخ می‌دهد که دستگاه‌های تبلیغات وظیفه خودشون رو به خوبی انجام بدن، یعنی فکر مردم رو بتونن تغییر بدن که یک جامعه به انقلاب برسه. هیتلر از نویسندگی خوشش نمی‌اومد، ولی به خاطر مطبوعات نیرومند یهودیان یک نشریه سیاسی ولی داشت. هیتلر نوشته است که در قهرمانی باید دیکتاتور باشید تا بتونید کارا رو به جلو ببرید. هیتلر در این کتاب در مورد وظایف نازی که چه وظایفی دارن که خیلی طولانیه صحبت میکنه. هیتلر میگه مارکسیسم توسط صدر اعظم رایش میلیونها پول به کمکش میومد، ولی حزب هیتلر هیچ کمک مالی نمیشد. به تدریج حزب هیتلر بزرگ و بزرگتر میشه، یعنی اینقدر هیتلر میره توی جمع‌ها صحبت میکنه برای مردم، بعضیا موافق حرفاش بودن، بعضیا مخالف بودن، بعضیا چیزی پرتاب میکردن به سمتش، و یا هیتلر گفته در این کتاب که دعواهایی میشد، کشت و کشتار میشد زمانی که هیتلر صحبت میکرد، آشفته بود اون زمان آلمان.
و در واقع یواش یواش با صبر حزب هیتلر بزرگ و بزرگتر میشه. هیتلر در این کتاب فقط یک جا در مورد ایران صحبت میکنه و میگه که امپراتور روم که شکوه و عظمت بزرگی داشت بعدها در اثر جنگ با ایرانی ها به بدبختی کشیده شد و بعد در اثر جنگ پومیک نجات یافت. این تنها جمله ایه که در مورد ایران گفته هیتلر در این کتاب. هیتلر میگه هر گونه کشور اروپایی که از 300 سال پیش در سیاست دولت انگلیس قرار گرفته و در واقع هر کشور اروپایی که بخواد قدرتی از لحاظ چه سیاسی و چه اقتصادی به دست بیاره در وزنه سیاست بریتانیاست. دولت انگلیس تمام قوای خود رو بر علیه مراکز حساس نفوذ فرانسه در واقع گذاشته بود، یعنی جایی که با نفوذ بود تمام قوای خودش رو انگلیس گذاشته بود که اون مراکز رو از بین ببره، تا اینکه ناپلئون که بزرگترین قدرتی بود که در اروپا بود با شکست مواجه شد. انگلیس در واقع از این داستان بهترین سود رو برد. چرا؟ چون از قدرت فرانسه انگلیس خیلی میترسید. سیاست انگلستان و آلمان از نظر هیتلر. هیتلر میگه سیاست انگلیس بسیار آرام و بی سر صدا است. در واقع در سیاست خارجی هم یک روش مخصوصی داره و در سخت‌ترین حوادث تاریخی هیچ وقت خونسردی و آرامش خودش رو از دست نمیده. میگه که با این خونسردی که انگلیس داره در سیاست کارایی رو میتونه انجام بده با این خونسردی که حمله های برق‌آسا نمیتونن اون نتیجه رو بدهن. هیتلر میگه که دولت آلمان در خواب بود، از سیاست عاقلانه انگلیس بیخبر بود، پیشرفت اقتصادی آمریکا رو نادیده میگرفت و قدرت روزافزون روسیه هم از نظرش مخفی مانده بود. هیتلر میگه کشورهایی که میتونستن به آلمان کمک کنن کشورهای انگلیس و ایتالیا بودن. نوشته که نفوذ یهود سر تا سر پیکر آلمان رو فرا گرفته بود. نابودی ژاپن به ضرر انگلیس نیست، زیرا انگلیس از طرف ژاپن میتونه آمریکا رو ضعیف کنه. هیتلر میگه مبارزه با یهود باعث سعادت کشور آلمان میشه. هیتلر در مورد وسعت خاک و تعداد ساکنین آلمان هم در واقع نوشته و میگه وسعت خاک آلمان خیلی کمه و من میخواستم وسعت خاک آلمان رو زیاد کنم که باعث سعادتی خود مردم آلمان بشه. همونجور که میدونید از نظر جغرافیا خاک آلمان از لحاظ جغرافی زیاد نیست و هیتلر میگه که اگه آمریکا پیشرفتای زیادی کرده به علت وسعت خاکشه و خاک خیلی خوب و زیادی داره و از نظر جغرافی آمریکا خیلی کشور بزرگیه و تونسته از لحاظ خاک چه لحاظ اقتصادی و چه لحاظ سیاسی بتونه موفق بشه و قوی بشه. در مورد گفتم وسعت خاک و تعداد ساکنین خیلی میگه. همون جور هم که الان میدونید در الان که من دارم با شما صحبت میکنم کشور 80 میلیونی در آلمان که در این جغرافیا هست خیلی زیاده، یعنی 80 میلیون مثل جمعیت ما در این جغرافیا خیلی کمه. برای همین اگر شما به آلمان بیاین و بخواین اینجا زندگی بکنید نمیتونید خیلی خوب اینجا خونه پیدا بکنید. چرا؟ چون اولا که خونه اینجا زیاد ساخته نشده، خونه های خوب همه خونه ها قدیمی ان اصولا و مثل آمریکا خونه های زیبا و بزرگ نیست، خونه ها اصولا کوچیکه و نوساز کم پیدا میشه. برای همینه من خودم میخوام خونه اینجا پیدا کنم یه دو سه سالی طول میکشه در واقع، چون اینجا خونه پیدا کردن نه مثل ایرانه نه مثل آمریکاست و نه مثل کشورهای دیگه سریه. اینجا خونه بخواین شما پیدا بکنین خیلی طول میکشه. برای همینه که هیتلر میگه تعداد ساکنین و در واقع وسعت خاک خیلی برای کشور مهمه. اگر آمریکا الان میبینید پیشرفت کرده یک دلیلش همین وسعت خاکشه. میبینید که هر خونه‌ای که در آمریکا زیاد ساخته میشه، حالا مثل پشت من کاملا در واقع خونه بزرگ ساخته میشه و نوساز. اینم در مورد وسعت خاک و تعداد ساکنین که هیتلر گفته. در مورد کشورهای روسیه و چین هم صحبت میکنه، میگه یک دلیلش که این کشورها روسیه و چین قدرت‌های عظیم هستن یک دلیلش وسعت خاکشونه که خیلی زیاده.
هیتلر میگه فرانسه هم کشور بزرگیه، چون با تصرف کشورهای آفریقایی دولت عظیمی رو برای خودش تشکیل داده. مانند این است که به غیر از اروپا در آفریقا هم یک فرانسه جدید به وجود اومده. نوشته است که آلمان سعی میکنه نژاد خودش رو در مستعمرات حفظ بکنه، در حالی که فرانسه یک روز با این سیاست غلط نژاد خودش رو از دست خواهد داد. سیاست غلط یعنی فکر کنم منظورش همون گفته قبل من که فرانسه میره و کشورهای آفریقایی رو تصرف میکنه. به قول هیتلر میگه که یک روز نژاد فرانسه از بین خواهد میره و این سیاست غلطیه. هیتلر نوشته است که اگه به تاریخ هزار ساله آلمان مراجعه کنیم، میبینیم که آلمان نه در امروز و نه در گذشته در مقابل قدرت‌های عظیم در ردیف کشورهای بزرگ قرار گرفته و در هر چند سال یک بار با یک ضربه‌ای به عقب خواهد رفت. اگر می‌بینید آلمان الان پیشرفت کرده و جزوی از کشورهای خوبه، فکر نکنید همیشه اینجوری باقی می‌مونه. در تاریخ همیشه کشورها بالا و پایین دارن، یک روز سعادت دارن و یک روز در واقع اون سعادتشون رو از دست میدن، مانند تاریخ ما، تاریخ ایران که یک روز هخامنشیان بزرگ رو داشتیم و در واقع بین رفتن و سلسله های جدیدی میان و میان و میرن. پس نباید در واقع به این اطمینان داشته باشیم که به قول هیتلر آلمان همیشه بتونه با قدرت های عظیمی در ردیف کشورهای اول قرار بگیره. یک دلیل اونم در قبلم اشاره کردم، وسعت خاکیه که آلمان خیلی وسعت خاکش کمه اگه بخوایم با ایران خودمون یا با آمریکا یا با چین یا با حتی با روسیه مقایسه بکنیم. هیتلر میگه زمامداران کشور روسیه یه مش جنایتکار و پس و سر تا پاشونو آلوده به خونه و کشور روسیه دولت شرافتمندی نیست و قابل دوستی هم نیست. وقتی این جمله رو من خوندم در این کتاب، میگم خب هیتلر خودش چیکار کرد؟ وقتی میگه روسیه جنایتکاره، وقتی میگه شاید هم واقعا اینجوری باشه که هیتلر نوشته و سر تا پاشون و زمامداران روسیه آلوده به خون و پست هستن، خود هیتلر چیکار کرد؟ و کار شرافتمندانه ای خودش در زمانی که خودش به قدرت رسید انجام داد. و حتما دیدید که در آلمان یه جاهایی هست که یهودیان رو چطوری کشتن و چجوری عذاب دادن. خود هیتلر هم جزی از مردمان خوب بوده به نظر شما؟ نه، حتما که نه. وقتی یک انسان رو اینجوری میکشن و آثار تاریخیش هنوز در شرق آلمان هست، میتونید برید اونجا مشاهده کنید، پس خود هیتلر هم سر تا پاش آلوده به خونه. وقتی خودش میاد یک کشور دیگر رو مسخره میکنه، خودش هم زمانی که به قدرت رسید کار بسیار جالبی نکرد. پس این جمله رو من خیلی خندم گرفت که میاد یکی رو مسخره میکنه در حالی که خودش هم به قدرت رسید کار بسیار با شرافتی انجام نداد و میلیون ها انسان در اثر جنگ کشته شدن. اتحاد با کشور ترکیه و روسیه برای آلمان بسیار ضروری است. البته که به وجود آوردن اتحاد به قول هیتلر کار بسیار مشکلیه. هیتلر نوشته که توجه به جمعیت عرب و مشرق ضامن آینده کشور آلمانه. در مورد این جمله یکم فکر کنید، نظر شما چیه؟ و دیگه میخواییم به پایان ویدیو نزدیک بشیم و جملاتیه که من اینجا نوشتم و این رو بخونم دیگه پایان ویدیو. هیتلر میگه در اینجا میخوام کتاب دوم خودم رو به پایان ببرم، خطاب به کسانی که موجبات این بدبختی رو فراهم کردن. آلمان کشوری نیست که در زنجیر استعمار ستمگر بیگانگان تسلیم بشه. دیر یا زود فرا خواهد رسید یکی از افراد آلمان که به خواب رفته هوشیار بشه و یک بار دیگر به دنیا و کسانی که نابودی او را خواسته بودند یک مشت آهنین خود رو نشان بده. تا اون روز همه سکوت میکنیم. برای آخرین بار میگویم حق با زور است، پس باید زورمند شد تا حق خودتو از دیگران بتونی بگیری. میگه هیتلر یک روز شاید خیلی دیر نباشه حزب ناسیونال سوسیال آلمان سرنوشت آلمان رو بتونه تغییر بده. پایان. دو تا جلد بود این کتاب و امیدوارم که از این کتاب که من یک خلاصه یو گفتم، یه لحظه وایسید من برم کتابم بیارم اینو بذارم اونور. خب در مورد این کتاب دیگه امیدوارم
این خلاصه که 600 صفحه رو که بخوام روخونی کنم که از حوصله شما سر میره، سعی کردم جاهایی که مهمه، مثلا یه جایی در مورد ایران گفته که براتون گفتم، جاهای مهم رو سعی کردم براتون بگم. این کتاب به شدت سیاسیه و قبل از به قدرت رسیدن هیتلر و همونجور که در اول ویدیو گفتم جزی از برنامه دروس دانش آموزان بوده در آلمان و خیلی به نظر من اونجایی که میاد در مورد جوانان میگه که اطلاعات الکی تو ذهنشونه 80% و غیر ضروریه، خیلی واقعا درست میگه. و در مورد مدرسه، یعنی این کتابو هر کی بخونه یکم لولش میره بالاتر. توصیه میکنم اگه میتونید کامل این کتابو بخونید و اگه حوصله دارید یه زمانی بذارید، 500-600 صفحه بیشتر نیست، به استثنای کتاب انجیل هم همونجور که گفتم در اول ویدیو پرفروش‌ترین کتاب شده در آلمان. زیاد خستتون نمی کنم، امیدوارم از این خلاصه تیکه تیکه براتون گفتم که بدونید کتاب حدوداً در مورد چیه. اگه وقت داشتید حتما بخونید. اینم از به آلمانی دیگه ماین کامف بکنم اگه درست باشه، آره دیگه اینجا نشته ماین کامف یعنی نبرد من. در ابتدا هم نمیخواسته نبرد من باشه، در واقع یه کسی پیشنهاد داده بود که بهش که اسمشو بذاره نبرد من و در واقع اسم اولش هیتلر میگه 4.5 سال. یک لحظه قطع شد، حتما دوست دارید بدونین اسم قبلش چی بوده. اسم قبلش خود هیتلر انتخاب کرده بوده 4.5 سال نبرد در برابر دروغ، حماقت و بزدلی. این اولیش بوده که هیتلر انتخاب کرده و گفته یکی بهش که اسمش بزن نبرد من. زیاد خستتون نمی کنم، امیدوارم این کتاب رو بخونید و اطلاعاتتون رو بالا ببرید. پس تا یه درود امپراتور فارسی بر شما، بدرود.